سارقان مسلح بیش از 2 کیلوگرم طلا را از 2 دکان طلا فروشی از مرکز شهر هرات به سرقت بردند. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح در نزدیکی یک پسته پلیس در چوک گلها روی داده است. سارقان مسلح همچنان دست به تیراندازی زدند و در نتیجه این تیراندازی یک فرد ملکی به شدت زخم برداشته است. در همین حال سخنگوی پلیس هرات میگوید که وظیفه عامل حوزه دوم امنیتی شهر هرات همراه با عامل جنایی این حوزه به حالت تعلیق در آمده و بررسی های پلیس برای روشن شدن این قضیه جریان دارد. سرقت مسلحانه در قلب شهر، آن هم ساعت 8 صبح. سارقان مسلح وارد این مارکت طلا فروشی شدند و بیش از 2 کیلوگرم طلا را از 2 دکان این مارکت با خود بردند. این مارکت در نزدیکی پسته امنیتی چوک گلهای شهر هرات موقعیت دارد. شماری از شاهدان عینی این رویداد میگویند سارقان مسلح لباس پلیس به تن داشتند و به وسیله 2 عراده موتورسایکل از محل فرار کردند. با گفته این شاهدان عینی، با اینکه سارقان بیش از 15 دقیقه در مارکت طلا فروشی حضور داشتند و با وجود سر و صداهای مردم پلیس به محل رویداد حاضر نشدند. آنگونه که این شهروندان میگویند هیچ پلیسی در چوک گلها حضور نداشت و فقط چند مامور پلیس ترافیک در محل بودند که به کمک آنها نیامدند. 5 دقیقه موتور از این روشن نمیشد، بعد از این چی فیرفیر بچسبوندن که یک نفر اینجا به حساب بساتی رحمان دشگان که زخمی شده. سکلا خود سوار شدم، هر چی گفتم ستاره است یک من سر می چک نبود که سعی میکنم 5 دقیقه به اینجا بودن که هیچ کس نبود که جلو از اینا رو بگی. سلا داشتم، سلا رختان نظمی به بر نبود، یک بدنا سبز واسکتان بخ کرده بودم سر پوزا پیش. اینا بیا ما در اول دکون اول اومدم. تکون چی کردم؟ یک از این همسایان رو بیوردم به اینجا استاد کردم. ما در حدود 10-15 دقیقه بعد از اینکه سارقین میخواست از مارکت بیرون بشه ما صدا میزدیم و سر چوک هیچ کس نبود، هیچ نیروی امنیتی نبود که جلو از اینا رو بگردانه. سارقان مسلح پس از سر و صداهای مردم دست به تیراندازی زدن که در نتیجه این تیراندازی یک فرد ملکی به شدت زخم برداشته است. مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگویند که این زخمین رویداد به این شفاخانه آورده شده و وضعیت صحی این جوان 23 ساله به شدت وخیم است. یک جوان حدوداً 23 ساله و اسمی عبدالرحمن به نسبت حادثه مرمی خوردگی در سایه چوک شهر نو که زیرم گفته میشه بساتی بوده که در همون موقعیت هدف فیر مرمی قرار گرفته و شفاخانه انتقال داده شده. فعلا به اساس گزارش که از بخش عاجل برای ما رسیده وضعیت فوق العاده وخیم داره و مکنون در عملیاتخانه شفاخانه تحت مداوا قرار گرفته. در همین حال پلیس هرات این سرقت مسلحانه را مشکوک می‌خواند و سهل انگاری نیروهای امنیتی را از دلایل عمده این رویداد می‌داند. سخنگوی پلیس هرات می‌گوید وظیفه عامل سمت دوم امنیتی شهر هرات همراه با عامل جنایی این حوزه با حالت تعلیق در آمده و بررسی‌های پلیس برای روشن شدن این قضیه جریان دارد. در این راستا یک غفلت وظیفه‌ای صورت گرفته، مردم ما متضرر شدن در حال حاضر که بررسی‌ها نشان می‌ده. ما در پیوند به قضیه عامر سمت مربوطه و عامر جنایی سمت که غفلت کردن در وظایف اینا فعلا وظیفه از اینا به تعلیق در آمد و تحت تحقیق به سر می‌برن. ما تحقیقات همه جانبه را شروع کردیم که آیا این یک دسیسه هست، افراد اشخاص در این قضیه زیدخل هستند و یا پلیس وظایف خود کمکاری نشان میده. تا هنوز کس در پیوند به سرقت مسلحانه بازداشت نشده است. با همه اینها سرقت های مسلحانه در شهر هرات تازگی ندارد و سارقان مسلح همواره اموال مردم را در سطح شهر به سرقت میبرند.